وضعیت جوان رود همچنان ملتهب و عملا حکومت نظامی غیر رسمی بر فضای این شهر مستولیه. سپاه جنایتکار پاسداران با کمک مزدوران حکومتی که از اونا با اسم جاش در زبان کردی یاد میشه در ادامه سرکوب خونین اعتراضات سراسری دو روز گذشته در جوان رود اقدام به بازداشت خانه به خانه شهروندان کردند. پس از قیام جوانمردانی جوانرودی ها علیه مزدوران حکومتی و نیروهای سرکوب و انفجار خشم مردم شریف این خطه از سرزمینمون خبری که ایران و زیر و رو کرد و منجر به پناه بردن خامنه ای و دار و دستش به پناهگاه شد جاش های جوان رو دوشادوش نیروهای مزدور سپاه در محلاتی از قبیل شاهرودی مسکن مهر و بازار تربار در حال تفتیش منازل و بازداشت خانه به خانه شهروندان در این محلات هستند هویت یکی از این بازداشتی های امروز در جوان رود به نام دیاکو صبحانی احراز شده موج بازداشت شهروندان در جوان رود در حالی که به گفته این منبع آگاه صدها نفر از نیروهای وابسته به سپاه مزدور پاسداران در طول روز در بسیاری از میادین، محلات و حتی کوچه های این شهر مستقر شدند و عملا مسئولیت کنترل شهر را به عهده گرفتند. همچنین کاروان ماشین های نظامی سپاه با سلاح های سنگین در اغلب محلات جوان رود در حال گشتنی مداوم در سطح شهرن به ویژه در محلاتی چون بهداری، فازی یک و جهاد یک منبع آگاه میگه بازاریان و کسبه جوانرود هم در اعتراض به جان روز گذشته به دست نیروهای کسیف و مزدور سپاه جنایتگار پاسداران مغازه هاشون رو بستن و دست به اعتصاب زدن این شهروند جوانرودی ضمن اشاره بازداشت شماری از شهروندان در جریان اعتراضات دو روز گذشته در جوانرود گفته طی سه روز گذشته دست کم ده ها نفر از شهروندان جوانرودی توسط نیروهای وابسته به سپاه جنایتکار پاسداران از بین رفتند